عرض سلام و درود و احترام دارم خدمت دوستان بسیار عزیز ارجمند و دوستداران ادبیات اصیل و غنی ایران. خوشحال هستم که مجددا در خدمت دوستان هستیم و با همدیگه می توانیم که اشعار حافظ و مولانا و سعدی رو مطالعه کنیم و در حد بضاعت مورد بحث و تفسیر رو درک بهتر قرار بدیم. من با اجازتون ابتداعا بر اساس سنت قدیمی با سعدی شروع میکنم. خب همینجوری که ملاحظه میفرمایید امروز وارد اولین بخش از دیوان اصلی غزلیات سعدی میشیم که اون طیبات به اصطلاح بهش میگه. خب غزل اول این خیلی هم معروف و جذاب است. میگه اول دفتر به نام ایزد دانا سامنه پروردگار حی تبار اکبر اعظم خدای عالم و آدم صورت خوبا و فرید و سیرت زیبا از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا قسمت خود میخورند منعم و درویش روزی خود میبرند پشه و عنقا حاجت موری به علم غیب بداند در بن چاهی به زیر صخره سما جانور از نطفه میکند شکر از نی برگتر از چوب خشک و چشمه زخارا شربت نوش آفرید از مگس نه نخن تراور کند زدانه خرما از همگان بی نیاز و بر همه مشفق از همه عالم نهان و بر همه پیدا پرتو نور سرادقات جلالش از عظمت ماورای فکرت دانا خود نزبان در دهان عارف مدهوش حمد و ثنا می کند که موی بر اعضا هر که نداند سپاس نعمت امروز حیف خورد بر نصیب رحمت فردا بار خدایا مهیمنی مدبر از همه ای بی مقدسی و مبرا ما نتوانیم حق حمد تو گفتن با همه کروبیان عالم بالا سعدی از آنجا که فهم اوست سخن گفت ورنه کمال تو و کی رسد آنجا. خب ببینید که چقدر این شعر شعر زیبا فاخر قوی پر به اصطلاح استخوان و محکم تمام کلمات جای خودش قرار گرفته مثل یک ساختمان بسیار پرقدرت و به زیبایی مفاهیم غزل رو هم داره، هم ثنا و ستایش میکنه خداوند بزرگ را، هم معاشقه میکنه و هم از قدرت خداوند صحبت میکنه و در نهایت هم با دعایی به اصطلاح اولین غزل رو به پایان میرسونه. من نمیدونم انصافا اینقدر غزل شیوا و صریح و واضحه که نیازی برای تعبیر و تفسیر نداره. من فقط یک بار دیگه خیلی سریع ازش میخونم و اون نکاتی که فکر میکنم مثلا ممکنه جا داشته باشه صحبت براتون عرض میکنم و بعدن هم دوستان بزرگوار در فاصله بین دو بخش میتونن نظرات خودشون رو هم بگم. میگه اول دفتر به نام ایزد دانا صانع پروردگار حی توانا. خب با نام یاد خدا شروع میکنه. خداوند دیگه صانع است، خالق است، سازنده است، از صنعت میاد و حی توانا هم که است، زنده پرقدرت. اکبر اعظم خدای عالم آدم صورت خوب آفرید و سیرت زیبا. اونی که صانع هست هم صورت زیبا می آفرینه، هم سیرت زیبا می آفرینه، هم خودش اکبره، هم اعظم، خدای عالم و آدم هم هست، یعنی جهان شموله دیگه، همه چیز رو در بر می گیره. یعنی هم انسان رو آفریده که حالا اشرف مخلوقات به تعبیر ما، و هم کل عالم هستی. از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. این خانه نعمت پر نمیدونم خوان نعمت او در همه جا رسیده و همه از به اصطلاح از سفره کرامت او برخوردار هستند.
چه مرغی که در آسمان، چه ماهی که در زیر دریاست. در این اکوسیستم همه دارن سهم خودشون رو به هر حال برداشت میکنن، قسمت خود میخورند، منعم و درویش، روزی خود میبرند، پشه و انگاه. میبینید چجور از تضادهای بسیار زیبا استفاده کرده. هر کسی، اونی که ثروتمند، منعم یعنی ثروتمند، از نعمت میاد دیگه. کسی که به اصطلاح منعمه و کسی که درویشه، قسمت خودشون میخورند. پشه و انگاه، حالا پشه رو به عنوان کوچکترین مثلا موجود پرنده در نظر گرفته، انقا هم که سیمرغ دیگه، بزرگترین پرنده و پرقدرت‌ترین پرنده‌ای که در تصور حتی وجود داره، که اینا روزی خودشون می‌خوان. حاجت موری به علم غیب بداند، در بن چاهی به زیر صخره سما. صخره سما یعنی صخره بسیار سنگین. به اصطلاح دیگه حاجت، یعنی علمش هم جهان شموله، حتی نیاز یک مورچه در زیر یک صخره رو هم میدونه. این برداشتی از اون آیه قرآنه که میگه انه مفات و انه مفات الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها ولو حبة فی ظلمات الارض ولو رطب ولا یابس الا فی کتاب المبین. ببینید آیه قرآن دقیقا همین معنی رو میده. جانور از نطفه می کند، شکر از نی. جانور از نطفه می کند، شکر از نی، برگ تر از چوب خشک و چشمه زخارا. می بینید تضادها رو دو مرتبه در کنار هم میگه، که از یه نطفهی که ظاهرن بی جانه جانور وجود میاره، شکری که هیچ ربطی به نی نداره اما از نی شکر وجود میاره، برگ تر از چوب خشک وجود میاره و چشمه از سنگ خارا وجود میاره. چقدر زیبا. شربت نوش آفرید از مگس نهر، نخل تناور کند زدانه خرما. چقدر قشنگ. شربت نوش، منظورش همون عسله، از مگس نهر که زنبور هستش شربت ایجاد میکنه، عسل به وجود میاره و یک نخل تناور از یک دونه خرما. واقعا یک مولانا یه جای دیگه میگه یار مرا چه اشتران باز مهار می کشد، اشتر مستخیش را در چه قطار می کشد. آن که ضمیر دانه را علت میوه می کند، راز دل درخت را بر سر دار می کشد. می بینید چقدر این از نظر ژنتیک، از نظر اکولوژی، از نظر فیزیولوژی مهمه. میگه آن که ضمیر دانه را علت میوه می کند، یعنی میوه خرما در بطن دانه خرما نوشته شده. آن که ضمیر دانه را علت میوه می کند، راز دل درخت را بر سر دار می کشد. این رازی که در این دانه هست کی هویدا میشه؟ وقتی که این جوانه میزنه و رشد میکنه و اسرار درون این دانه چی میشه؟ هویدا میشه که از این چه درختی به وجود میاد و چه میوه‌ای و چه گونه است. خب از همگان بی نیاز و بر همه مشفق، از همه عالم نهان و بر همه پیدا، پرتو نور سرادقات جلالش از عظمت ماورای فکرت دانا. این هم چه بحث فلسفی فوق العاده زیبایی است. اون که قسمت بالا که مشخصه، از همه بی نیاز، همه را مشفق هستش، از همه پنهانه و بر همه هم باز پیداست، که اونجا که میگه آن آشکار صنعت پنهان ما رسوس، آن آشکار صنعت پنهان ما، اون کسی که آشکاره اما صنعتش چیه یا صنعتش چیه؟ پنهانه. بعد اینجا میگه که پرتو نور سرادقات جلالش. سرادقات فکر من به معنی خیمه معنی میده، چادر معنی میده. میگه پرتو نور جلال، چادر جلال او از همه از عظمت ماورای فکرت دانا. انسان‌های دانا هم نمیتوانند عظمت به اصطلاح نور الهی رو چکا کنند، حتی درک کنند. نه خود نه زبان در دهان عارف مدهوش، هم دو ثنا می کند که موی بر اعضا. کیا عظمت به اصطلاح خداوند رو درک میکنن و حمد و ثنا میکنن؟ کیا؟ زبان آدمهای عارف، اونهایی که به
عارف یعنی آگاهی رسیدند که مدهوش عظمت او شدند و نه تنها زبانشون بلکه موهای اعضای بدنشون هم داره، تک تک موهای بدنشون هم داره عظمت به اصطلاح خداوند رو حمد و ثنا میکنه. هر که نداند سپاس نعمت امروز حیف خورد بر نصیب رحمت فردا. ببینید این دنیا محل کاشت، دنیای آخرت محل برداشته. اگر امروز نعمت زندگی رو درک نکنه، اهمیت نعمت زندگی رو هر کس درک نکنه، فردا روزی حیف میخوره بر رحمتی که بعد بهش میرسیده و بهش نرسیده. روز قیامت میگن روز به اصطلاح تأسفه، برای بعضی ها متأسفانه روز تأسفه و حیف خوردنه. بعد میگه بار خدایا مهیمنی مدبر پس همه عیبی مقدسی یه مبرا، ما نتوانیم حق حمد تو گفتن با همه کروبیان عالم بالا. میبینیم میگه ما و حتی فرشتگان همه اون با هم هم جمع بشیم نمیتونیم حق سپاس تو را بگوییم. تو هم مهیمنی، هم مدبر، هم قدرتمندی، هم تدبیرگر هستی و هیچ عیبی هم در ذات وجود تو وجود نداره. سعدی از آنجا که فهم او سخن گفت، ورنه کمال تو و کی رسد آنجا. میگه من در حد بضاعت و توان خود و درک و فهم خودم دارم حرف میزنم و تو رو ستایش میکنم، وگرنه که به کمال تو رو که من نمیتونم به اصطلاح بیان بکنم، فهم و وهم من، حتی وهم منم به اون حد نمیرسه، توهمم نمیتونم بکنم، تصورم نمیتونم عظمت تو رو بکنم. این نکته ایست که به اصطلاح بسیار بسیار حائز اهمیت. خب این اولین غزل و یکی از زیباترین غزلهای جناب سعدیه. بریم سر غزل شماره دو ببینیم که در غزل شماره دو ما چی داریم که روش صحبت کن. غزل شماره دو با این مطلع شروع میشه. میفرماید که ای نفس خرم باد صبا از بر یار آمدی مرحبا. اینجا آدم تا این شعر رو میخونه یاد کی میفته؟ حافظ. حافظی که همیشه منتظر باد صبای صبحگاهی است. که چرا؟ برای اینکه معتقد باد صبای صبحگاهی از بر یار می آید، پیام یار را می آورد، بوی عطر گیسوی یار را می آورد، بوی عطر به اصطلاح بدن یار را می آورد و به هر حال یک عامل اتصاله برای حافظ. حالا ظاهرا به نظر میاد که حافظ احتمالاً از سعدی هم الهام گرفت در این مقبوله. میبینید چقدر زیبا، ای نفس خرم باد صبا از بر یار آمده ای مرحبا. قافله شب چه شنیدی ز صبح؟ قافله شب چه شنیدی ز صبح؟ مرغ سلیمان چه خبر از صبا؟ بر سر خشم است هنوز آن حریف یا سخنی میرود اندر رضا؟ از در صلح آمده ای یا خلاف؟ با قدم خوف روم یا رجا؟ بار دگر گر به سر کوی دوست بگذری ای پیک نسیم صبا، گو رمقی بیش نماند از ضعیف، چند کن از صورت بی جان بقا. آن همه دلداری و پیمان و عهد نیک نکردی که نکردی وفا. لیکن اگر دور وصالی بود صلح فراموش کند ماجرا. تا به گریبان نرسد دست مرد دست دامن نکنیمت رها. دوست نباشد به حقیقت که او دوست فروشد دوست فراموش کند در بلا. دوست نباشد به حقیقت که او دوست فراموش کند در بلا. خستگی اندر طلبت راحت است در کشیدن به امید دوا. سر نتوانم که برآورم چو چنگ بر چو دفم پوست بدرد قبا. سر نتوانم که برآورم چو چنگ بر چو دفم پوست بدرد قفا. هر سحر از عشق دمی میزنم روز دیگر میشنوم برملا. قصه دردم همه عالم گرفت در که نگیرد نفس آشنا. گر برسد ناله سعدی به کوه کوه بنالد به زبان صد صدا یا به زبان صدا. خب میبینید که
در واقع این جناب سعدی تو این غزل داره درد و دل میکنه. با کی داره درد و دل میکنه؟ با باد سبا داره درد و دل میکنه، با ما داره درد و دل میکنه، با معشوق داره درد و دل میکنه، با همه اینا میتونیم در نظر بگیریم. ولی به هر حال داره تو گویی که یک نجوای عاشقانه انجام میده و ما هم به عنوان فرد غایب یا فرد حاضر سوم شخص داریم این سخنان سعدی رو داریم چیکار میکنیم گوش میکنیم. ابتدا با باد سباست، میگه ای نفس خرم باد سبا، از بر یار آمده ای مرحبا. این جه مشخص. قافله شب چه شنیدی ز صبح، مرغ سلیمان چه خبر از سبا. میدونید که قافله شب که خب اون به اصطلاح تسری و ادامه شب دیگه، میگه تو از روشنای صبح ای شب چه شنیدی. بعد این شب رو به مرغ سلیمان تشبیه میکنه و سبا رو به صبح تشبیه میکنه. مرغ سلیمان چه خبر از سبا. اینم که دیگه میدونی سابقه قرآنی داره در سوره سلیمان، در سوره نمل و سلیمان و اینو که بحث اومده. بر سر خشم است هنوز آن حریف، یا سخنی میره و در رضا. حالا از همین باد سبا داره صحبت میکنه، هنوز اون حریف ما از سر خشم با ما هنوز میخواد رو نشون نده یا نه ملایم شده با ما به صلاح از سر رضا سخنی گفته که تو به گوش ما برسونی. امیدواره دیگه، این باد سواره که دیده و بوی باد سواره که شنیده، امیدواره که از یار به صلاح پیامی از دوستی و آشنایی بیاره. از در صلح آمده ای یا خلاف، با قدم خوف روم یا رجا. میگه من از سر به من بگو ببینم که یار با من از در صلح یا نه خلافه. من امیدوارانه قدم بردارم به سوی او یا به اصطلاح با خوف و وحشت به سوی او برم. اگه با خوف و وحشت بره نقش زاهدان رو انجام بده، اگه با امید بره نقش عاشقان رو در انجام بده. خیلی نکته ظریف و قشنگه. بار دیگر گر به سر کوی دوست بگذری ای پیک نسیم صبا، گو رمقی بیش نماند از ضعیف، چند کن از صورت بی جان بقا. میبینید حالا پیغام داره میده به باد سبا، میگه آقا اگه دفعه دیگه از سر کوی دوست ما عبور کردی، این پیغام من رو برای ایشون ببر، بهش بگو که من دیگه رمقی برام نمونده و تو کی میتوانم به صورت یک موجود بی جان دوام بیاورم. یعنی من دیگه عمرم، قدرتم، توانم در این مسیر سیر و سلوک به آخر رسیده، یه نظر لطفی به ما داشته باش. آن همه دلداری و پیمان عهد، نیک نکردی که نکردی وفا. میگه که آن همه دلداری و پیمان عهد، نیک نکردی که نکردی وفا. میگه ما خیلی دلداری داشتیم و پیمان و عهد داشتیم، ولی تو این پیمان اینا نگه نداشتی، وفا نکردی به این عهد پیمانی که بابا بستی. قرار تو که نظر لطفی به ما نشون بدی، چهره‌ای به ما نشون بدی، نگاهی به ما بکنی، اما خب نکردی، به این پیمان خودت وفا نکردی. پس برای این نکته جالبیه. گلایه میکنه از یارش دیگه. بعد میگه لیک اگر دور وصالی بود سال، فراموش کند ماجرا. اگر یه وصال بین من شما وجود بیاد، این ماجرا رو من فراموش میکنم، این صلحی که بین ما وجود ماجرا رو به پایان میرسن. میگه تا به گریبان نرسد دست مرگ، دست دامن نکنی مدرفا، دوست نباشد به حقیقت که او دوست فراموش کند در بلا. میگه ببین ما تا وقتی که زنده ایم، تا زمانی که مرگ گریبان ما رو بگیره، ما دامن تو رو رها نمی کنیم و دوست حقیقی آن است که دوست خود را در بلا فراموش نکند. یعنی چی؟ یعنی من سعدی عاشق در بلای حرمان و هجران تو می سوزم
و تو اگر دوست من هستی نظر لطفی به من بکن و دستی از من بگیر. خب بعد میگه خستگی در طلبت راحت است، در کشیدن به امید دوا. حال ببینید این گلایه ای رو که اون بالا میکنه پایین چیکار میکنه؟ عاشقانه خودش به خودش پاسخ میده، میگه خستگی در طلبت راحت است. میگه من در وادی طلب تو هرچه خستگی ناملایم و مشکل و ناراحتی داشته باشم، این بسیار برای من راحتیه، درد کشیدن به امید دوا. چرا؟ برای که من امیدوار هستم که به دوا برسم. برای این درد برای من بسیار بسیار زیبا و شیرینه. بعد میگه که سر نتوانم که برآورم چو چنگ، بر چو دفم پوست بدرد قفا. هر سحر از عشق دمی میزنم، روز دیگر میشنوم بر ملا. میبینید میگه من مثل چنگ زن. چنگ میدونه که سرش پایینه، قوس داره به طرف پایین. میگه من سرم رو نمیتونم بالا بیارم، حتی اگر پوستم رو بدرم بر پشتم بزنم مثل دف. دفو میزنه صدا میکنه، دیدید پوست دیگه. میگه اگر پوست من رو هم بدرن از این، ولی سرم رو نمیتونم مثل چنگ بالا بیارم. و هر سحرگاه آوازی صدایی به سلام از من برمیخیزد در وادی عشق و معاشقه با تو. و بعد روز دیگر میبینم که این اگرچه من در به سلام سکوت و بی سر صدایی و نجوا این به سلام معاشقه خودم رو با تو میکنم، اما میبینم که به سلام خاص عام سخنان من رو شنیدند. قصه دردم همه عالم گرفت، در که نگیرد نفس آشنا. ببینید میگه این حرفی که من در نجوا میزنم در جهان پخش میشه، با صدای بلند پخش میشه. برای چی؟ برای این که این یک نفس آشناست، و چون نفس آشناست همه میرو میشنوند و از هیچ کس پنهان نمیواند. گر برسد ناله سعدی به کوه، کوه بنالد به زبان صدا. میگه اگر درست به این همون پژواک که صداست که در کوه میبیچه دیگه، میگه اگر صدای من به کوه برسه، این کوه هم مانند من به ناله در میاد و این صدا رو پژواک میکنه. این که کوه اینجوریه، چه برسه که انسانهای عاشق مثل شمایی که سخن سعدی رو دارید میشنوید و این سخن داره چی میشه؟ مرتب پژواک میکنه. الان از قرن هفتم در واقع سعدی مرده، اما این صدای سعدی همچنان داره پژواک میکنه در این جهان هستی و به گوش همه عالم میرسه و همه دارن ازش نگاه میکنن، لذت میبرن و این معاشقه سعدی رو دارن به گوش جان میشنوند. و در واقع سعدی الان زنده است، در کنار ماست دیگه. وقتی ما سخن سعدی رو داریم بیان میکنیم، در واقع داریم انگار که در حضور سعدی نشسته ایم. چون به هر حال گفت ای برادر تو همان اندیشه ای، مابقی تو استخوان و ریشه ای. سعدی در حضور ماست، ما در کنار سعدی نشستیم. خدا انشاءالله که جزای خیر به این بزرگان ادب فارسی بده. خب غزل شماره سوم میخونم. روی تو خوش می نماید آینه ما، روی تو خوش می نماید آینه ما، کاویه پاکیزست و روی تو زیبا. چون می روشن در آبگینه صافی، خوی جمیل از جمال روی تو پیدا. هر که دمی با تو بود یا قدمی رفت، از تو نباشد به هیچ روی شکیبا. سید بیاوان سر از کمند بپیچد، ما همه پیچیده در کمند تو عمدا. طایر مسکین که مه بس به جایی، گر بکشند است نمی رود به دگر جا. غیرت ما آید شکایت از تو به هر کس، درد احبا نمی برم به اطبا. برخی جانت شبم که شمع افق را، پیش بمیرد چراغدان ثریا. گر تو شکرخنده آستین
در تو شکرخنده آستین نفشانی، هر مگسی طوطی شوند شکرخا. لعبت شیرین اگر ترش ننشیند، مدعیانش طمع کنند به حلوا. مرد تماشای باغ حسن تو سعدی است، دست فرومایگان برند به یغما. مرد تماشای باغ حسن تو سعدی است، دست فرومایگان برند به یغما. به به، چقدر شعر قشنگیه. اگرچه به اون ریتمی که شعرهای قبلی نیست، اما فوق العاده زیبا. و میگه روی تو خوش می نماید آینه ما، کآینه پاکیزه است و روی تو زیبا. خب اولا که اشاره میکنه به آینه ما، میگه آینه ما روی تو را خوش می نماید. ببینید آینه وقتی رو رو خوش می نماید که خودش چی باشه؟ صیقلی باشه. گفتش که ما آدم ها واقعا وجود اون مثل یک آینه، چون یک طرف وجود ما تیرگی است. شما میدونید که آینه رو پشتش رو جیوه میمالن و پشتش مثلا تیره است، یه ماده تیره است، روش به اصطلاح آینه است و شفافه. پس بدن ما هم همجوری هستیم، ما هم دوگونه، انسان‌های دوگانه هستیم. یه پیکر خاکی داریم که پیکر هیکل به اصطلاح تیره ماست، زمینی و خاکیه. یه روح الهی داریم که اون روح الهی ما اون وچه روشن و زیبای ماست که میتواند مانند آینه باشد که نور خداوند را در اون میتونیم منعکس کنیم. داستان یوسف و دوستش براتون اون دفعه گفتم که دوست یوسف به یوسف گفت من تنها چیزی که تونستم برای تو بیارم که ارزش آوردن داشته باشه، یه آینه واسه آوردم که روی زیبای خودت رو در اون ببینی. اینو مولانا در اون داستان میگه به صورت نمادین که قلب انسان مؤمن و پاک آینه تجلی خداونده، خداوند خودش در اون آینه میتونه ببینه. پس بنابراین میگه روی تو خوش می نماید آینه ما، آینه قلب ما روی تو رو زیبا نشون میده. کآینه پاکیزه است و روی تو زیبا. میبینید روی تو زیباست، آینه قلب ما هم انشاءالله که پاک. چون می روشن در آبگینه صافی، خوی جمیل از جمال روی تو پیدا. میگه خوی زیبای تو از چهره زیبای تو پیداست، مانند می روشنی که در یک به اصطلاح ساغر شیشه ای قرار گرفته. گفتش که مولانا گفتش که گناه عفو کرد آل یعقوب را، که معنی بود صورت خوب را. این داستان حضرت یوسف رو میدونید دیگه، وقتی که برادرانش در موضع به سر قدرت بودن و او در موضع ضعف بود، بهش رحم نکردن، هرچی التماس کرد کتکیش دادن، بعدم پرتش کردن توی چاه به امید این که بمیره نمر. صبح دادنش دست یه کاروانی، گفتن این دزد، فرستادنش رفت. 30 سال این بیچاره در رنج و عذاب بود از دوری خانواده و دوری پدرش و به حال دیگه داستانایی هم که به سر شما میده. ولی وقتی که در موضع قدرت قرار گرفت، شد عزیز مصر و تمام 11 تا برادرش در موضع ضعف بودن و اومدن و فهمیدن که این یوسف برادرشونه و همه انتظار داشتن که الان حکم قتل اینا رو صادر میکنه به خاطر ظلمایی که بهش و به پدرش کردند، این برگشت گفتش که من شما رو میبخشم. اون کسی که به اصطلاح قابل سرزنش شیطانه، او کارهای زشت شما رو برای شما زیبا جلوه داد، ولی من چون شما برادرای من هستید، من احساسم این است شما ها بیگناهید و من از سر تقصیرات شما میگذرم و محبت شما رو در دل خودم هرگز از بین نبردم و نمیبرم. بعد اینجاست که مولانا میگه گناه عفو کرد آل یعقوب را، که معنی بود صورت خوب را. در واقع چهره زیبای یوسف تجلی روح زیبای یوسف بوده. این به صورت نمادین انقدر تعریف چهره زیبای یوسف رو میکنه. اون چهره مبین زیبایی درون یوسف هستش. چقدر بشه. خب بعد میگه که
هر که دمی با تو بود یا قدمی رفت، از تو نباشد به هیچ روی شکیبا. میگه هر کسی که یه لحظه با تو باشه و یا قدمی برداره دیگه عاشقت میشه، دیگه شکیبایی خودش رو از دست میده، دلش میخواد که دیگه هرگز از تو جدا نشه. خدا کنه که خداوند این تجلی مهر خودش رو بر ما هم بکنه و ما هم این احساس سعدی رو کاملا درک بکنیم. هستن آدمایی که اینو درک کردن، من بهتون بگم. سید بیابان سر از کمند بپیچد، ما همه پیچیده در کمند تو عمدا. دیگه که معمولا سید بیابان وقتی که کمند میندازن که بگیرنش، سعی میکنه خودش رو رها کنه، فرار کنه، اما ما عمدن اومدیم خودمون رو میندازیم تو کمند تو که تو ما رو بگیری. برای چی ما رو بگیری؟ برای اینکه ما در کنار تو باشیم. گفتم بهتون اون دفعه مولانا داستان آهو رو اشاره میکنه، میگه که یه جای میگه که من مثل آهویی هستم که نگرانم که چرا در دام تو نیافتادم، یا نگرانم از این که تو من رو رها کنی که من برم، من در دام رو افتادم، از این میترسم که من رو رها کنی. یه جا در اشعارش اینه میگه، یه جا دیگه میگه که آهو در مقابل شیر خودش رو باخته و آرزوش اینه که شیر بخورتش و از بین بره. برای چی؟ برای که جزی از وجود شیر بشه. اون شیر خداوند هستش و این خیلی جالب. بعد میگه که همه سیدهای بیابانی میخوان سر از کمند بپیچن و فرار کنن، ما اومدیم خودمونم پرت میکنیم تو کمند تو عمدن. طایر مسکین که مه بست به جاوی، گر بکشندش نمیرود به دگر جا. دیگه ما مثل کبوترهای جلد هستیم، ما طایر پرنده، ما به یک گنبدی، به یک لانهی، به یک محلی عادت کردیم. بکش این ما رو، ما از اونجا رخ بر نمیبندیم و جای دیگه این نمیریم. ما جل این بام هستیم. غیرت ما یه شکایت هست تو به هر کس، درد حبا نمیبرند بحت با. میبینید؟ احبا یعنی دوستان. درد احبا نمیبرند به اتبا. میبینید؟ غیرت ما آقایت شکایت از تو به هر کس. میگه من غیرت دارم، نمیتونم شکایت تو رو به هر کسی بکنم. ما دوستداران هستیم، دردمون رو پلوی اتبا نمیبریم. اونجایی که حافظم میگه که آنان که خاک ره به نظر کیمیا کنن، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنن؟ دردم نهفته بهز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنند. میگه من دردم رو بشه طبیبان مدعی که نمیبرم، امیدوارم که از خزانه غیب من رو درمان کنند. من بهتون بگم این بیت شعری که براتون الان خوندم، خدا شاهده یک تحول در زندگی من به وجود آورد. این از زبان یه نفر شنیدم و عاشق شدم بر حافظ به خاطر همین یه جمله. اصلا روح من رو دگرگون کرد. آنان که خاک ره به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته بهز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنند. ما از یه جای دیگه ای باید دردمون دوا بشه. طبیبان مدعی رو ول کن، خیلی حرفا میزنن ولی طبیبان مدعی هم مثل اونایی که رفتن به قول معروف پادشاه را حالش رو خوب کنن و نتونستن، اون ماجراها که دیگه خودتون میدونید به وجود اومد. بعد میگه که برخی جانت شوم که شمع افق را پیش بمیرد چراغ دان ثریا. ببینید برخی جانت شوم یعنی چی؟ برخی جانت شدن فدای جانت میشم دیگه. من فدایی، برخی شدن یعنی فدایی شدن. برخی جانت شبم که شمع افق را پیش بمیرد چراغدان ثریا. دیگه مانند شمعی که قبل از افق که چراغدان ثریا میخواد به وجود بیاد میمیره، پیش مرگ اون میشه، من هم جان خودم را پیش مرگ تو میکنم. گر تو شکر خنده آستین نفشانی، هر مگسی توتی شوند شکر خوا. البته حالا اینجا نفی اینجوری برخورد میکنه، میگه که
تو شکرخنده هستی. یعنی چی؟ تو شیرین زبانی، شیرین کلامیش. میگه تو خندت مثل شکر شیرینه. اگر تو آستین خودتو نشون نفشانی، تکون ندی، هر مگسی توتی شوند شکرخا، هر مگسی مانند یک توتی که به اصطلاح شکرخای هستن، هر مگسی مانند یک توتی که شکر میشود، شکر سخن میشود، سخن خواهد گفت. حالا من نمیدونم، شاید اینجا بفشانی زیباتر باشه که معنی لطف و عنایت معنی میده. دو جور میشه این رو معنی کرد. اگه بگیم گر تو شکرخنده آستین بفشانی، هر مگسی توتی شوند شکرخا، این نهایت لطف رو نشون میده. میگه که اگر تو آستین رو تکون بدی، یعنی رحمت بکنی، هر مگسی مانند یک توتی شکر بسیار شیرین زبان میشه و میتونه صحبت کنه. اگر منفیش رو بگیریم، اگر تو تجلی نکنی، اون وقت هر مگسی میخواد بیاد چیکار کنه؟ شیرین زبانی بکنه. یعنی اگر تو تجلی بکنی، همه جا میزنن، هیچ کس کاری نمیتونه انجام بده، سخن شیرینی نخواهد داشت. ولی اگر که تو جلوه بکنی، همه به اصطلاح هیچ کاری نمیتونن بکنن، چون اینقدر شیرین هستی که دیگران به نظر نمی آید. یا اگر به قول من اینو نفشانی بکنیم، بفشانی، اگر لطف و کرم تو فراگیر شود، حتی هر مگسی هم میتواند که سخن شیرین بگوید. بعد میگه که لوبت شیرین اگر ترش ننشیند، مدعیانش طمع کنند به حلوا. حالا اینجاست که مطلب رو باز میکنه. میگه لوبت شیرین اگر ترش ننشیند، اون به اصطلاح کسی که زیباروی است، اگر خودش رو حفظ نکنه، محکم قرار نگیره، شل بقول ما به صورت عامیانه بگیم شل بده، وقت یه عده طمع میکنن به شیرینی او، میخوان همه برن به سویش، همه میخوان به صلاح انگشتی بزنن از حلوای وجود او بخورن یا تعرضی مثلا بکنن. لوبت شیرین اگر ترش ننشیند، مدعیانش طمع کنن به حلوا. مرد تماشا و باغ حسن چه سعدی است، دست فرومایگان برند به یغما. ببینید میگه تو حرمت داری، کسی که میتواند خودش رو حفظ بکند، تجاوز از حد خود نکند، فقط زیبایی تو رو ببیند و توصیف زیبایی تو رو بکند و دست تطاول دراز نکند، سعدیه. آدم های فرومایه هستن که تا زیبایی تو رو دیدن میخوان که به سوی تو هم چکار کنن، حمله برن مثلا به نوعی بشن و به قول معروف دست تجاوزی به سوی تو هم دراز بکنن. پس بنابراین میبینیم که این بخش رو اگر به این ور ببینیم، قسمت بالا هم به اصطلاح مفهومش بهتر روشن میشه. خب بریم سر غزل شماره 4. من 5 غزل میخوام امشب براتون بخونم طبق سنتی که با هم داریم. 4-5 غزل میخوام. اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت از تو میسر نمیشود ما. تو را در آینه دیدن جمال طلعت خیش، تو را در آینه دیدن جمال طلعت خیش، بیان کند که چه بوده است ناشکیبا را. بیا که وقت بهار است، تا من و تو به هم به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را. به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی، چرا نظر نکنی یار سرو بالا را. شمایلی که در اوصاف حسن ترکیبش، مجال نوت نماند زبان گویا را. که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد، خطا بود که نبینند روی زیبا را. این هم یکی از اون بیت های بسیار معروف و زیبا و مصطلح در زبان پارسی زبانان است که میگه که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد، خطا بود که نبینند روی زیبا را. به دوستی که اگر زهر باشد از دستت، چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را. کسی ملامت وامق کند به نادانی حبیب، کسی ملامت وامق کند به نادانی حبیب من که ندیده است روی عذرا را. یه بار دیگه. کسی ملامت وامق کند به نادانی حبیب من که
که ندیده است روی عذرا را. حالا درست شد. کسی ملامت و عمق کند به نادانی، حبیب من که ندیده است روی عذرا را. گرفتم آتش پنهان خبر نمیداری، نگاه می نکنی آب چشم پیدا را. نگفتمت که به یغما رود دلت سعدی، چو دل به عشق دهی دلبران یغما را. هنوز با همه دردم امید درمان است، که آخری بود آخر شبان یلدا را. به به، چقدر شعر قشنگ. انصافا آدم هرچی می خونه می بینه قشنگ. میگه خب خطاب میکنه به معشوق، میگه اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت از تو میسر نمیشود ما. خب این که مشخص، اگر تو فارغ هستی از حال دوستان، برات مهم نیست که دوستان در چه حالن، اما ما که از تو فراغت نداریم، ما در غم دوری تو داریم همچنان نیست. تو را در آینه دیدن جمال طلعت خویش، بیان کند که چه بوده است ناشکیبا را. دیگه ببین، اگه تو یه بار تو آینه چهره خودت رو نگاه کنی، اون وقت میفهمی که ما چرا اینقدر ناشکیبا هستیم. تو اونقدر زیبایی که با یه نظر کوچیک به تو نگاه کردیم، عاشق شدیم و خودمون رو باختیم. یه نگاه تو به خودت بکن، وقت میفهمی که ما چه حالی داریم، چرا ما داریم. بیا که وقت بهار است، تا من و تو به هم به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را. به یارش میگه، میگه وقت بهاره، تو بیا من و تو با هم باشیم. باغ و صحرا پیشکش دیگران، اونا برن از باغ و صحرا استفاده، که از بهار طبیعت استفاده. من بهار وجود تو رو میخوام، من در بهار میخوام در کنار بهار وجود تو باشم. به جای سر به بلند ایستاده بر لب جود، چرا نظر نکنی یار سر بالا را. میبینی؟ میگه ببین، تمام جلوه های طبیعت زبان گویای زیبایی خداوند هستند. میگه تو یه سر به بلند بالای زیبا رو میبینی. نمیدونم شما این درخت های سر رو حتما دیدید تو این کالیفرنیا، خوشبختانه درخت سر زیادن. آدم وقتی که به عظمت این درخت ها و صافی اونا نگاه میکنه، واسه من که احساس خیلی خوبی به من دست میده، حس میکنم که انگار یه بخشی از بهشت آدم داره بهش نگاه میکنه. یک عظمت و روحانیتی داره این سروهای بلند که در معمولا هم دیدید که کنار هم اینا رو میکنن، چون خیلی زیباست. آدم تماشا میکنه در مقابل عظمت این سر جا میخوره. میگه که تو داری به سرو بلند بر لب جوی نگاه میکنی، چرا نظر نکنی یار سرو بالا رو؟ چرا اون نماد این سرو رو نمیبینی؟ اون یار سرو بالا رو نمیبینی؟ اون کسی که این بلندی و راست قامتی و اون عظمت در وجود اوست که حالا ظاهرش در اینجا دیده میشه به سطح این درخت. بعد میگه شمایلی که در اوصاف حسن ترگیبش مجال نطق نماند زبان گویا را. اون چهره زیبایی که زبان گویای سعدی هم حتی قادر نیست که اون چهره رو چکار کنه، توصیف کنه. شمایلی که در اوصاف حسن ترکیبش مجال نطق نماند زبان گویا را، که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد، خدا بود که نبینند روی زیبا را. میگه کسی نگفته آقا به روی زیبا نگاه نکنی، خطا اونه که تو نتونی روی زیبا رو ببینی. یعنی چی؟ یعنی تو باید به هر کجا که نگاه میکنی، مثل سعدی که جای دیگه گفت برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت زیبای تو بینم. ببینی؟ میگه تو به هر کجا، مهم اینه که تو زیبایی رو بتونی ببینی. توجه کردی؟ کی گفته نبازی به زیبایی ها نگاه کن؟ بعد میگه که به دوستی که اگر زهر باشد از دستت، چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا رو. میگه به دوستی بون قسم میخورم که اگر زهر به من بدی، من با ذوق ارادتی که حلوا رو میخورم از دست تو زهر رو میخورم. اینو مولانا کجا گفت برای ما؟ مولانا داستانه اون مردی که خربوزه
به اصطلاح پاره میکرد و میداد به دست اون عارف که میخورد از دست او، و قاچ 18 که گفت حالا 1 کیلو رو من بخورم خورد و دید که مثل زهر حلوهله. برگشت بهش گفتش که تو چرا اینقدر لقمان بود دیگه، داستان لقمان اون به اصطلاح صاحب لقمان، دیگه تو چرا این کار کردی، تو چرا اینقدر این خربوزه های تلخ من به تو دادم خوردی، مثل یک خربوزه شیرین با حلاوت اینو میخوردی. گفت من از دستت اونقدر شیرینی خوردم که حالا یه بارم یه خربوزه تلخ به من بدی، این روا نیست که من روح ترش کنم و بگم که تو چرا به من خربوزه تلخ داری میدی، حقم باید این کنی، تو انقدر به حق گردن به حق حق به گردن من داری که حالا یه بارم تلخی از دستتو بنوشم. خب ببینید اینم همینه دیگه، دیگه به دوستی که اگر زهر باشد از دستت چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را. کسی ملامت وامق کند به نادانی حبیب من که ندیده است، یا کسی ملامت وامق کند به نادانی حبیب من که ندیده است روی عذرا را. میگه به اصطلاح آن آدمایی ملامت می کنند اثر ناآگاهی و وامق را که یا مجنون را که چرا عاشق لیلی شدی، که اونا روی لیلی رو ندیدن یا روی عذرا را در مقابل وامق ندیدن. اگر روی عذرا دیده بودن دیگه وامق رو ملامت نمی کردن که چرا این گونه عاشق عذرا هست. دیگه گرفتم آتش پهمان، گرفتم آتش پنهان خبر نمیداری، نگاه می نکنی چشم آب چشم پیدا را. گرفتم آتش پنهان خبر نمیداری، نگاه می نکنی آب چشم پیدا را. دیگه که ما فرض کنیم که شما از به اصطلاح از آتش پنهان درون ما خبر نداری، آیا به آب چشم ما هم نگاه نمی کنی؟ چی تو قلب ما میگذره مهم نیست. بله شما نمیدونید چی قلب ما، فرض کنیم که نمیدونید که تو چی قلب ما میگذره، ولی بالاخره عشق چشم ما که واضحه که چرا به ما توجه میکنی. بعد نهیب به خودش میزنه، نگفتمت که به یغما رود دلت سعدی، چو دل به عشق دهی دل بران یغما را. به خودش نهیب میزنه، سعدی بهت گفته بودم که عاشق دل بران یغماگر دل نشو که دلتو به یغما میبرن. چرا گوش نکردی؟ چرا رفتی در وادی عشق وارد شدی؟ هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان یلدا. دیگه با همه دردی که دارم امید درمان دارم. چرا؟ امیدوار هستم که بالاخره شب یلدا هم که طولانی ترین شب زمستونه پایانی داره، بالاخره لطف عنایت یار شامل حال ما میشه، ما امید داریم به فضل او و به کرم او، و بالاخره پایان شب سیاه چیه؟ سپید است. خب به به. اما غزل شماره 5، خب به به به. دیگه شب فراق نخواهم دواج دیبارا، که شب دراز بود خوابگاه تنها را. ز دست رفتن دیوانه عاقلان دانند که احتمال نمانده است ناشکیبا را. گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. چنین جوان که تویی برقه‌ای فرو آویز، چنین جوان که تویی برقه‌ای فرو آویز، وگرنه دل برود پیر پای برجا را. تو آن درخت گلی که اعتدال قامت تو ببرد قیمت سرو بلند بالا را. دگر به هرچه تو گویی مخالفت نکنم، که بی تو عیش میسر نمی شود ما را. دو چشم باز نهاده نشستم همه شب، چو فرقدین و نگه می کنم ثریا را. شبی و شمعی و جمعی چه خوش بود تا روز، شبی و شمعی و جمعی چه خوش بود تا روز، نظر به روی تو کوری چشم اعدا را.
من از تو پیش که نالم که در شریعت عشق معاف دوست بدارند قتل عمدارا. تو همچنان دل شهری به غمزه ای ببری که بندگان بنی سعد خان یغما را. در این روش که تویی هر هزار چون سعدی جفا و جور توانی، ولی مکن یار. خب ببینید که اینجا دیگه مشخصا سعدی داره با یار سخن میگوید، مشخصا رو در روی یار سخن میگه. دو واج فکر من به معنی لحاف پتو معنی میده و اون چی که روی انداز است وقتی که شب میخوام بخوابم. دیگه شب فراق نخواهم دو واج دیوارا، که شب دراز بود خوابگاه تنها را. میگه من در شب فراق، فراق با فراق فرق میکنه، فراق یعنی راحتی آرامش، ولی فراق یعنی دوریه. میگه من در شب دوری روی اندازی از پرنیا نمیخوام، زیرا که این روی انداز پرنیا و غیر پرنیا فرق نمی کنه. مهم اینه که شب تنهایی شب درازیه، یعنی در فرقت شب ناراحته. چه شما در چه میدونم پتو و دوشک قو پرقو بخوابی، چه به قول معروف روی زمین بخوابی. زده از رفتن دیوان عاقلان دانند که احتمال نمانده است ناشکیبارا. دیگه آدم های عاقل متوجه میشن که چرا یکی دیوانه شده، زیرا که به ناشکیبایی رسیده است. کسی که دیگه اون افسار وجود خود رو از دست میده، دچار بیشکیبایی میشه، ناشکیبایی میشه، او میشه دیوانه. بنابراین عاقلان اینو خوب درک. گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. یکی از این دیوانه ها که ناشکیبا شده کیه؟ زلیخاست. چرا؟ چون که روی زیبای یوسف را دیده. بعد جناب سعدی هم میگه آها، حالا اگه تو را هم یه دونه چاقو دادن دسته، یه دونه پرتقال هم دادن دسته و بعد یوسف را از جلوی تو عبور دادن، تو هم دستتو نبریدی، حق داری که ملامت کنی زلیخا رو، ولی میدونم که تو هم دستتو میبوره. پس برابری سکوت کن. به اصطلاح عشاق رو نفی نکن، معنی نکن، ملامتم نکن. بعد میگه چون این جوان که توی برقعی فرو آمیست، وگرنه دل برابد پیر پای بر جا رو. میگه تو اینقدر جوان زیبا هستی، لطفاً یک به اصطلاح پرده بر روی چهره خودت بکش. اگر این کارو نکنی حتی پیران پای بر جا هم چی میشن؟ از دست میرن و به اصطلاح ناشکیبا میشن. بعد میگه تا آن درخت گلی که اعتدال قامت تو ببر قیمت سرو بلند بالا. میگه تو مانند یه درخت گلی هستی که انقدر قامت زیبایی داری، انقدر قامت رعنایی داری که سر به بلند بالایی که الان من تو غزل قبلی داشتم توصیفاتش رو میکردم، در مقابل تو بی قیمت میشود، اعتبار زیبایی خود رو از دست میدن. بعد میگه که دیگر به هر چه تو گویی مخالفت نکنم، که بی تو عیش میسر نمیشود ما را. این که دیگه مشخصه. دو چشم باز نهاده نشستم همه شب، چو فرقدین رو نگه میکنم ثریا را. میگه من فرقدین دو تا ستاره است که در کنار ستاره قطبی ظاهرا قرار داره. این دو تا ستاره قطبی رو کنار ستاره قطبی رو در واقع تمثیل کرده از چشمان خودش. میگه من تمام شب مثل این دو تا ستاره که تو آسمان چشمای من داره به ثریا نگاه میکنه، به آسمان نگاه میکنه که بلکه جلوه ای از جمال تو رو ببینه. شبی یا شمعی یا جمعی چه خوش بود تا روز، نظر به روی تو کوری چشم اعدا را. میگه به کوری چشم دشمنان در شبی با شمعی با جمعی ما اینو تا روز ادامه میدیم که به روی تو چیکار کنیم؟ خیره بشیم به کوری چشم دشمن. من از تو پیش که نالم که در شریعت عشق معاف دوست بدارن
یا معاف دوست بدارن قتل عمدارا، یا معاف دوست بدارن قتل عمدارا. میگه من شکایت تو رو پیش کی میتونم ببرم؟ پیش هیچ کس، زیرا که در شریعت عشق معاف دوست بدارن قتل عمدارا. میگه تو ما رو کشتی، چون دوست ما هستی کشتن تو معاف شده. یعنی قتل عمدی که کردی و مرا کشتی، من شکایتی پیش کسی نمیبرم. مثل همون جایی که در غزل قبل گفتش که احبا دردشون رو پیش اطبا نمیبرن، محبان دوستداران عشاق دردشون رو پیش به اصطلاح دیگران نمیبرن، باشد که از خزانه غیبم دوا کنن. توجه کردی؟ پس برابر تو همچنان دل شهری به غمزه ای ببری که بندگان بنی سعد خانه هم. حالا بندگان بنی سعد کیا بودن؟ اگر منظورش سعد زنگی باشه که خانه یغما، میدونید که قبلا بارعامی که به قول معروف چیز میدادن بزرگان و پادشاهان، یه وقتی مثلا در سال یه روز یا دو روز بارعام میدادن و سفره پهن میکردن برای عام مردم، و بعد بهش میگفتن خانه یغما. یعنی مردم چون غالبا فقیر بودن میومدن تو این سر این سفره مینشستن، این سفره رو پاک میکردن، هرچی بود میخوردن و میبردن و چیزی باقی نمیموند، بهش میگفتن خانه یغما بگرن، یعنی سفره‌ای که یغما میشود، همه چیزش برده میشود، خورده میشود، چیزی تش باقی نمیموند، برخلاف مهمونی های اشرافی که از سر تفاخر و بیمیلی مثلا یه گوشه کیکی رو مثلا احتمالا میکنن و میخورن، یا مثلا از خاویار کوچولویی رو مثلا میخورن و همراه با مشروب. اون میگه که نه، این خانه یغماست. میگه که تو همچنان دل شهری به غمزه ای ببری، تو یه غمزه میکنی خانه یغمای دلهای مثلا یک شهر میشه، درست مانند بندگان بنی سعد که خانه یغما رو برمیدارن با خودشون میبرن. در این روش که تویی بر هزار چون سعدی جفا و جور توانی، ولی مکن یارا. میگه تو در این مسیری که قرار گرفتی میتونیم به هزار تا مثل سعدی جفا و جور بکنیم، اما تو رو خدا، تو رو به خودت قسم، این کار رو انجام مده. یعنی با عشاق خودت مهربان‌تر باش، لطفی بکن، نظری بکن، جلوهی، کشفی، شهودی برای ما نشان بده. خب اینم پنجمین غزل از دیوان جدید سعدی که داریم با هم دیگه میخونیم. خیلی ممنونم که حوصله فرمودید. من استاپ شیر میکنم و برمیگردم خدمت دوستان عزیزم. سلام مجدد میکنم خدمت دوستانی هم که جدیدن به ما پیوستند، و تشکر میکنم از صبر و حوصله شما که صحبتهای من رو گوش فرا دادید. خیلی ممنونم، در خدمت دوستان هستم که اگر نکته‌ای هست بسیار خب عرضم به خدمتتون که میام سراغ غزلیات جناب مولانا. و این غزل چقدر قشنگم جور در آمد. اینجا راجع به رسول یار البته صحبت می‌کنه، ولی خاطرتون باشه که همین روزها، دو سه روز پیش، بله تو همین اول این هفته، جشن تولد حضرت رسول هم بود. حالا این غزل، غزل قشنگیه. دقیقا هم منم انتخاب نکردم، بر حسب همون تصادف این اومد طبق روال آقای دکتر شفیعی کتکنی. میگه که آمد بهار خرم و آمد رسول یار، مستیم و عاشقیم و خماریم و بیقرار. ای چشم و ای چراغ روان، ای چشم و ای چراغ روان، شو به سوی با مگذار شاهدان چمن را در انتظار. اندر چمن ز غیب غریبان رسیده اند، رو رو که قاعد است که القادم و یزار. گل از پی قدوم تو در گلشن آمده است، خار از پی لقای تو گشته است خوش ازار. ای سرف گوش دار که سوسن به شرح تو، سر تا به سر زبان شد بر طرف جویبار. اونچه گره گره شد و لطفت گره گشاست،
از تو شکفته گردد و بر تو کند نثار. گویی قیامت است که برکرد سر ز خاک، پوسیدگان بهمن و دی مردگان پار. تخمی که مرده بود کنون یافت زندگی، رازی که خاک داشت کنون گشت آشکار. شاخی که میوه داشت همی نازد از نشاط، بیخی که آن نداشت خجل گشت و شرمسار. آخر چنین شوند درختان روح نیز، پیدا شود درخت نکو شاخ بختیار. لشکر کشیده شاه بهار و بساخت بر، اسپر گرفته یاسمن و سبزه ذوالفقار. گویند سر بریم فلان را چو گندنا، آن را ببین معاینه در سن کردگار. آری چو در رسد مدد نصرت خدا، نمرود را براید از پشه‌ای دمار. خب حالا اینجا به هر حال آمدن بهار و آمدن رسول یار اشاره میشه. حالا من پیش خودم یه تعبیری از تولد حضرت پیامبر هم از این برداشت کردم، ببینیم تا چه حد این جور در میاد. میگه آمد بهار و آمد بهار خرم و آمد رسول یار. مستیم و عاشقیم و خماریم و بیقرار. میبینید که در واقع بهار رو به رسول یار تشبیه کرده، به اصطلاح پیام‌آور دوست تشبیه کرده. حالا میگه در این وادی که بهار آمده، ما مست هستیم و عاشق هستیم و خمار هستیم و بیقرار هستیم. خماری بعد از مثلا نشئگی دست میده، اون بیتاقتی است که طرف برای خوردن شراب مجدد درش بهش به وجود میاد و یا بعضی حالشون به اصطلاح خراب میشه و احال میرن، یا اینکه بیقرار میشن. برحال اینجا بیقرار شد. ای چشم و ای چراغ روان شو به سوی باغ، مگذار شاهدان چمن را در انتظار. میگه ای چشم و چراغ برید به سوی باغ و زیبا رویان چمن رو در انتظار نذارید. یعنی چی؟ برید در این بهار خرم گردش کنید و حظ و بهره خود رو ببرید، نذارید اونها در انتظار بمونن. اندر چمن ز غیب غریبان رسیدند، رو که قاعد است که القادم و یزار. رو که قاعده است که القادم و یزار، یعنی برو که قاعده اینه، رسم اینه که کسانی که تازه وارد می شوند خوش آمدگویی شوند، یعنی به استقبالشان بروید. اندر چمن ز غیب غریبان رسیدند. حالا اینجا چمن مولانا می بینید چمن معمولی نیست. اون شاهد و نمیدونم شاهدانی که در چمنم حضور دارن شاهدان معمولی نیستن. میگه ز غیب غریبان رسیدن، یه شاهدایی در این بهار و در این چمنزار اومدن، برو بهشون خوش آمدگویی کن. به کی میگه؟ به چشم و دل خودش داره میگه که برید بمسن. بعد میگه که گل از پی قدوم تو دار، گل از پی قدوم تو در گلشن آمده است، خار از پی لقای تو گشته است خوش ازار. حالا اینجا خطاب معشوق خودش داره صحبت میکنه که میگه که گلم اگر اومده در گلشن، دنبال قدمای تو اومده، به همراه تو اومده، یعنی با اومدن تو بهار آمده است. خار از پی لقای تو گشته است خوش ازار. خار هم به خاطر رسیدن به لقا به حضور تو هستش که زیبا رو شده است. ای سر گوش دار که سوسن به شرح تو، سر تا به سر زبان شد بر طرف جویبار. میبینید باز خطاب به معشوقش داره صحبت میکنه که او رو به سرو تشبیه میکنه. میگه ای سر گوش دار که سوسن به شرح تو، سر تا به سر زبان شد بر طرف جویبار. ای سرو، ای شاهد سرو قد من، گوش خودتو باز کن که سوسن صد زبان در کنار جویبار داره شرح زیبایی تو رو بیان میکنه. اونچه گره شد و لطفت گره گشاست، از تو شکفته گردد و بر تو کند نثار.
یه قنچه گره گرهه، خب بله قنچه گرهه باز نیست، اما لطف تو هستش که این گره رو باز میکنه و این قنچه رو تبدیل به گل میکنه. از تو شکفته گرد و بر تو کند نثار، و خودشو هم نثار خاک پای تو میکنه. قنچه از لطف تو به گل تبدیل میشه و خودشو به اصطلاح خاک پای تو میکنه. بعد میگه گویی قیامت است که بر کرد سر ز خار، پوسیدگان بهمن و دی مردگان خار. میگه اونهایی که در بهمن و دی در پارسال مردند، امسال انگار که قیامتی شده، همه سر از خاک بیرون آوردند، تمام اون گیاهانی که مردند از پژمردند و تمام شد و بذرشون در خاک آریخ، الان قیامت شده و دو مرتبه اینها به سرا جوانه میزنند و میان بالا. اینو این به سرا از قرآن استنباط شده که خداوند در سوره های متعددی به این قضیه اشاره میکنه که همان گونه که در بهار گیاهان رویش دوباره میکنن، ما هم در روز قیامت شما رو دو مرتبه رویش مجدد میدیم که به حضور خداوند خودتون برسید و پاسخگوی اعمال خودتون باشید. بعد دیگه تخمی که مرده بود کنون یافت زندگی، رازی که خاک داشت کنون گشت آشکار. اون تخم مرده که ظاهرن خب میدونید که بذر گیاهان ظاهرن حالت مرده دارن، ظاهرن البته من میدونم که در درون اون بذر چه اتفاقاتی میفته، من اگه بخوام براتون راجع به مکانیزمایی که در داخل بذر اتفاق میفته صحبت بکنم باید یک ساعت و نیمی فقط راجع به بذر و مکانیزم بذر و جوانه‌زنی بذر صحبت بشه که از حوصله بحث ما خارجه، ولی ظاهرن مرده است، ظاهرن کاری انجام نمیده. اما میگه که این تخمی که ظاهرن مرده است زندگی پیدا میکنه و رازهای خاک رو چکار میکنه؟ برملا میکنه. شما کافیه یه خاک رو آب بهش بدید، حتی در وسط بیابان یه تیکر رو بذارید دورش، یه حلقه آهنی بذارید بکوبید داخل زمین، بسید یه تشتک در بیاد، بعد چکار کنید؟ توش آب بریزید. بعد از چند روز شما میبینید که گیاهان متعددی از آن به اصطلاح زمین سر بیرون می آورن که حتی در شرایط طبیعی ممکنه اونها وجود نداشته باشن. یعنی شما با آب زیادی دادن به اون قطعه زمین سیدبنک خاک رو چکار میکنید؟ فعال میکنید. ذخیره بذری خاک ممکنه حتی از سالیان بسیار دور به وسیله پرندگان آورده شده باشن در اون خاک، شما گیاهانی رو میبینید که اونجا سبز میشه که خودتون هم تعجب میکنید وسط بیابان این گیاه ها چه کار میکنه. بعد میگه که شاخی که میوه داشت همی نازد از نشاط، میخی که آن نداشت خجل گشت و شرم ساخت. میبینید یه اشارهی به قیامت هم داره، میگه شاخی که میوه داشت همی نازد از نشاط. وقتی که بهار میاد شاخی که میوه داره خب مینازه و زیباست و همه هم تحسینش میکنن، بیخی که آن نداشت خجل گشت و شرمسار. ولی درختی که به صلاح چیز نداشته باشه، میوهی نداشته باشه در بهار خجل و شرمسار. این رو در قرآن کریم هم بهش اشاره میشه که آن روزی که روز برآورد اعمال هستش، بی هیچ حساب و کتابی، بی هیچ به قول معروف پارتی بازی اگه ما اسمشو بذاریم چه میدونم فیوری، هر کسی آنچه که حاصل عمل کردش هستش کارنامش رو به دستش میدن. یه عده‌ای خوشحالن در آن روز و عده‌ای هم شرمسارن. آخر چنین شوند درختان روح نیست، پیدا شود درخت نیکو شاخ بختیار. میبینید اینجا اینو دیگه به وضوح بیشتری هم اشاره میکنه که میگه درخت روح انسان ها هم همینطوره. یه روزی درخت نکوشاخ بختیار خودش رو چیکار کنه؟ نشون میده. اونهایی که پرتراوتن، پربار هستن، با شادمانی در روز الاس، روز قیامت باز میخواد خودشون رو به اصطلاح به همه نشون میدن نامه اعمال خودشون. لشکر کشیده شاه بهار رو بساخت بر، اسپر گرفته یاسمن و سبزه ذوالفقار. میگه در اون بهار به اصطلاح جانها میبینیم که شاه بهار لشکر خودش چیکار کرده؟ سر و سامان داده و به خط کرده.
یاسمن سپر در دست گرفته، سبزه هم چی ذوالفقار در دست. چقدر قشنگ سبزه، چون برگ سبز باریکی هم هستش، میگه او به سلام ذوالفقار در دست گرفته و یاسمن هم برگ‌های گلبرگ‌های بزرگ خودش رو به عنوان سپر در دست گرفته. اینا لشکر بهار هستن. گویند سر بریم فلان را چو گندنا، آن را ببین معاونه در صنع کردار. میگه که اینایی که سپر گرفتن و سبزه‌ای که ذوالفقار دستش گرفته، میگن که ما این گندنا، گندنا دو تا معنی دیگه، معنی تره است، یه معنی هم معنی علف هرزی. میگه ما سری علفای هرز رو میبریم و یا تره رو مثلا میبریم. ببین که خداوند چگونه صنع کرده این جهان هستی را. آوری چنین آوری چو در رسد مدد نصرت خدا، نمرود را برای از پشتی دما. میگه اگر خدا نصرت خودش رو مشمول حال کسی بکند، یه نمرودی که حالا بعضی ها میگن این کلمه نمرود هم معنی داره، یعنی آدمی که اونقدر قدرت و ثروت داشت که اگر نم پس میداد رودی از او جاری میشد. اینو یک به اصطلاح تعبیر ساده ای ازش میکنن، اینه میگن آدمی که نم اگر پس میداد رودخانه ازش جاری میشه، اینقدر قدرت و مکنت و اینا داشت. ولی پشه ای توی بینیش رفت یا توی چشمش رفت، بعضی ها توی بینیش رفت و بعد خودش میگفتش که با پتک توی سر من بزنید که این پشه بیرون بیاد. انقدر اذیتش میاد که اونقدر با پتک توی سرش زدن که مغزش پریشان شد. به هر حال میگه که اگر نصرت خدا باشد، یه پشه هم چیکار میکنه؟ یه نمرودی رو که با اون همه عظمت و قدرت هست از بین خب میبره. این یه غزله از جناب مولانا. یه غزل دیگه هم داره، 1166. ببینم میتونم سریع ام پیداش بکنم یا نه. نه. اینجا میاد 1166 قرار بخون. بله اینه. بذارید بریم فعلا بس یه چیزی دیگه. میگه چند از این راه نه روزگاه و پرده آن یار قدیمی، همینو بخونیم اشکال نداره. چند از این راه نوه روزگاه، پرده آن یار قدیمی بیا. آتش فرعون، آتش فرعون بکش از آب نهر، مفرش نمرود و آتش سپار. چرخ فلک را به خدایی مگیر، انجم و مه را مشناس اختیار. شمس و شموسی که سرآخر شده است، چون خر لنگ است در آن مستطار. باد چو راکع شد و خود را شناخ، نیست در آخر چو خسان بیمدار. چشم در آن باد نهاده است خس، کوش کشدش جانب هر دشت و آب. خیره در آن آب بمانده است سنگ، کوش بغلطاند در سیل بار. گر بد و نیکیم تو از ما مگیر، ما همه چنگیم و دل ما شد تار. گاه یکی نغمه تر می نواز، گاه ز تر بگذر و رو خوش کار. گر ننوازی دل این چنگ را، بس وادی نش که یهی برکنار. نور علا نور چو بنوازیش، نور علا نور چو بنوازیش. باده خش باده خوش و خاصه به فصل بهار. نور انانور چو بنوازیش، باد خوش و خاصه به فصل بهار. در کف عشق است بهار همه، اشتر مستیم در این زیر با. گاه چو شیری متمثل شود، تا برمد خلق از اون چون شکار. گاه چو آبی متشکل شود، خلق رود تشنه بدو جان سپار. بله خب، بسیار شعر نمادینی است این شعر از جناب مولانا و احتیاج داره که مقداری بیشتر بحث بشه تا مفاهیم بهتر باز و روشن بشه. به همین دلیل یه لحظه شک کردم که الان بخونم یا نه، ولی دیدم حیفه، حالا که ما داریم میخونیم بذار بخونیم دیگه. بگه چند از این راه نو روزگار، پرده آن یار قدیمی بیا. چقدر در وادی این روزگار موجود گذرا داری صحبت میکنی و حرف میزنی، پرده آن یار قدیمی رو بیار. یعنی چی؟ یار قدیمی، یاری که
دائمی است، ماندگار است، از گذشته ها بوده است و برای آینده هم خواهد بود. صحبت از او یار بکن. آتش فرعون بکش از آب بحر، مفرش نمرود به آتش سپار. میبینید این داستان فرعونی که به دنبال بنی اسرائیل حرکت کرد و بعد آتش خشمش در آب رود نیل چی شد؟ خاموش شد و نابود شد و فرعون از بین رفت. مفرش نمرود به آتش سپار، باز اشاره به اون آتشی که به اصطلاح نمرود برپا کرد که حضرت ابراهیمی رو بسوزونه، ولی بعد خودشون از بین رفتن. مفرش یعنی اون چه که فرش شدنی است، اون ثروت، جا، به اصطلاح مقام، قدرته. بگه اینو با آتش بس، با کدوم آتش؟ با کدوم آب؟ آب یار قدیم و آتش یار قدیم. چرخ فلک را به خدایی مگیر، انجام مه را مشناس اختیار. باز اشاره به اون آیه قرآنی است که حضرت ابراهیم گفتش که این اول گفت ستاره خدای منه، بعد گفت ماه خدای منه، بعد گفت خورشید خدای منه، و آخر گفت همه اینا افول میکنن، من خدایی رو میخوام که هرگز افول نمیکنن. انجام و مهرا مشناس اختیار. شمس و شموسی که سرآخر شده است، چون خر لنگ است در آن مستطار. باد چو راکع شد و خود را شناخت، نیست در آخر چو خسان بی مدار. ببینید دیگه شمس یعنی خورشید که حالا دیگه خلقت بزرگی است در آسمان. حالا در اون زمان مولانا شاید مثلا خورشید رو بزرگترین ستاره مثلا میدونستن. دیگه شموسی هم یعنی یه مداری به معنی چموشی میاد، و یا همون به سر شمس و خورشید و خورشید به قول معروف پرستی باشه. دیگه همین خورشید اینا که بالاخره خلق شدن، مانند به سر خر لنگی هستن که در مکان خودشون مستطار باقی موندن. مستدار یعنی به اصطلاح قائم باقی موندن در به اصطلاح مسیر و در جایی. پس بربری میگه که این شمسی که میبینیم که آمده، این خودش مثل خر لنگی است که در مکانی که داره مثل در گل وامونده است، و همینطور از یک قانون خاصی تبعیت میکنه که خداوند براش مشخص کرد. بعدم که راکع شده، با چراکه شده خود را شناخت، نیست در آخر چو خسان بیمدار. دیگه بادی که رکوع میکنه و مقام و موقعیت خودش رو میشناسه، دیگه در مسیر قرار میگیره، مانند خس بیمدار نیست، به این ور اون ور نمیدوه، این ور ور برای هم خورشید رو مثال میزنه، هم بادو که اینا به اصطلاح مسجود خداوند شدن، به اصطلاح ساجد شدن نسبت به خداوند و در مسیر سعی خودشون قرار گرفتن. چشم در آن باد نهاده از خس، کو کشدش جانب هر دشت و غار. میگه خس اون موجودی که پایه ندارد، یه تکه کاه رو در نظر میشه خس. میگه این چشمشو در باد گذاشته که باد به هر جایی که دلش بخواد اون رو به خودش میبره، از خودش جایگاهی نداره، از خودش اراده ای نداره، هر دشت و قاری او رو میبره. خیره در آن آب بمانده از سنگ، کوش بغل تواند در سیل بار. سیل بار همون مسیل بهش میگم، مسیری که سیل ازش عبور میکنه. میگه این سنگ با همه عظمت و بزرگی و سنگینیش، خیره در آب به قول معروف نرم باقی مانده است که چگونه این آب این سنگ رو چکار میکنه، در مسیر خودش حرکت میده و میبردش، کنایه از عظمت و خاص خداوند. گربد و نیکیم تو از ما مگی، ما همه چنگیم و دل ما چوتار. حالا اینجا خطاب به خداوند میکنه، میگه ما اگه بدیم، اگه خوب هستیم، این رو تو ما رو ببخش، ما مانند چنگی هستیم که دل ما مانند تاره، اون تارهای چنگه، تو ما رو مینم، تو ما را زیبا بنواز که ما به صلاح خوش آهنگ باشیم. گاه یکی نغمه تر می‌نواز، گاه ز تر بگذر و خوش کن. بگه گاه قاد این تار چنگ وجود ما رو نغمه خوش می‌زنی، گاهی هم میری تر یعنی تازه، گاهی هم برو خشک بیار، یعنی به قول معروف خوبی و بدی، نعمت و نقمت
در کنار هم تو بر ما مشخص بکنی. بعد بگه گرنه نوازی دل این چنگ را، بس بابده اینش که نهی بر کنار. میگه حتی اگر این چنگ را ننوازی، یعنی تارهای دل ما را ننوازی، همینقدر که در کنار خودت قرار بده این چنگ وجود ما رو، این برای ما کفایت میکنه. نور علی نور چو بنوازیش، باده خوش خواسته به فصل بهار. یا باده خوش و خواسته به فصل بهار. دیگه حالا اگر بنوازی دیگه میشه نور علی نور، مانند باده خوشیست که در فصل بهار کسی آن باده خوش را میدوشد. یعنی ما چنگ تو باشیم، تو ما رو هم بنوازی. در کف عشق است مهار همه، اشتر مستیم در این زیر با. میگه که مهار همه ما در کف عشقه، یعنی عشق به تو به اصطلاح مهار شتر نفس ما رو گرفته و ما رو در مسیر تو حرکت میده و ما مانند شتران مستی هستیم که زیر این بار عشق داریم حرکت میکنیم و سوی تو بریم. گاه چو شیری متمثل شود، تا برمد خلق از او چون شکار. میگه تو گاهی اوقات مانند شیر متمثل میشی، یعنی خودتو خشم خودتو نشون میدی که یه عده‌ای ازت فرار میکنه. گاه چه آبی متشکل شود، خلق رود تشنه بدو جان سپار. گاهی اوقات هم مانند آبی میشی خوشگوار که خلق تشنه به سوی تو جان سپارا، به سرا به گونه جان سپار به سوی تو میاره. حتی حاضرن خودشون رو در تو غرق بکنن از بس که شیرین و خوشگوار است. یعنی میخواد بگه خداوند چهره خشن و چهره به سلا رحم داره. خداوند هم قاسم و جبارینه و هم ارحم و رحیمین هستش. با به قول معروف با قاسم و جبارینش اونهایی رو که به اصطلاح چموش هستن رو میترساند که کار بد نکنن، و با ارحم و راحمینش لطف و عنایت خودش رو شامل حال همه ما مینماید. خب اینم از جناب مولانا، غزلیات مولانا که دوتا خوندیم. حالا میریم سراغ به به جناب حافظ شیرین سخن، ببینیم جناب حافظ برای ما چیه. خب این قسمت من یه نکته ای دارم اگه اجازه بفرمایید. بفرمایید جناب استاد، خواهش می‌کنم. عرض کنم در شعر دوره سامانیان و غزنویان شرابخواری و عیش و نوش شراب از زمان رودکی شروع میشه. آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب، با صد هزار نزهت و آرایش عجیب. شاید که مرد پیر بدین گه جوان شود، گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب. چرخ بزرگوار یکی اختری بکرد. در شعر رودکی بهار وصف طبیعت و بهار و خوبی های بهاره. در شعر فردوسی باز هم بهاره. کنون خورد باید می خوشگوار فردوسی، کنون خورد باید می خوشگوار که می بوی مشکاید از کوهسار. همه بوستان زیر برگ گل است، همه کوه پرلاله و سنبل است. به پالیز بلبل بنالد همی، گل از ناله او ببالد همی. توصیف بهار و شادیبهای بهار در شعر دوره سامانیان و دوره غزنویان. اما در شعر سعدی نگاه کردیم، تمامش تبدیل کرد ستایش خدا. بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. ستایش خدا را میکند در این فصل بهار.
یعنی طبیعت و زیبایی های طبیعت برگردان به توصیف خدا. همینطور در شعر مولانا که ما خواندیم، شعر اولش ستایش خدا را میاره. در بهار میگه ستایش خدا برخلاف شاعران دوره سامانی و غزنوی. عرض بنده این بود، تحول شعر بهاریه در دوره های مختلف. خیلی متشکرم، مرسی، دست شما در نکنید، متشکرم. خب بریم سراغ جناب حافظ. خب دوستان میبینن دیگه نه؟ میگه گر می فروش حاجت رندان روا کند، ایزه گنه ببخشد و دفع بلا کند. ساقی به جام عدل، ساقی به جام عدل بده باده تا گدا، غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند. حقا که از این غمان برسد مژده امان، گر سالکی به عهد امانت وفا کند. گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. در کارخانه ای که ره عقل و فضل نیست، فهم ضعیف رای فضولی چرا کند؟ یا فهم ضعیف رای فضولی چرا کند؟ هر دو جور میشه. در کارخانه ای که ره عقل و فضل نیست، فهم ضعیف رای فضولی چرا کند؟ مطرب بساز پرده کس بی اجل نمود، وان کونه این ترانه سرایت خطا کند. ما را که درد عشق و بلای خمار کشت، یا وصل دوست یا می صافی دوا کند. ما را که درد عشق و بلای خمار کشت، یا وصل دوست یا می صافی دوا کند. جان رفت در سر می و حافظ به عشق سوخت، عیسی دمی کجاست که احیای ما کند. ببینید که در واقع حافظ خطاب به مستمعان داره صحبت میکنه. بگه گر می فروش حاجت رندان روا کند، ایزد گناه ببخشد و دفع بلا کند. میگه یه در رند هستن، اینا می میخوان بخورن. حالا مشکل سر اینه که می فروش حاجت اینا رو چیکار کنه؟ روا کنه. یعنی می رو در اختیار قرار بده، اون میی که رندان میخوان رو در اختیارش قرار بده. اگه این می رو بهشون بده، خداوند گناه رو ایزد گناه ببخشد و دفع بلا کنه. خداوند بلا رو برطرف میکنه و گناه رو میبخشه. برای کیا؟ برای رندانی که اون می خاص رو میخوره. ساقی به جام عدل بده باده تا گدا، غیرت نیاورد که جهان پربلا کند. میگه که حالا به همون می فروش یا ساقی، میگه که با عدالت به قول معروف باده بده، نه اینکه به گداها ندی، به داراها فقط بده. میگه یعنی به همه سکسان با عدالت باده بده، اون باده مخصوص رندان رو، زیرا که اگه این کارو نکنی اون گداها چیکار میکنن؟ شورش میکنن و جهان رو پربلا میکنن. یعنی دیگه اوضاع به هم میرسه. حقا که از این غمان برسد مژده امان، گر سالکی به عهد امانت وفا کند. دیگه اگر یک سالک به عهدی که با خداوند بسته و امانتی رو که به عهده گرفته وفا بکنه، این غمان، این بسیار ناراحتی ها تبدیل به چی میشه؟ مژده امان میشه. یعنی در واقع اگر سالکان مسیر حق به امانتی که بر عهده دارن وفا بکنن و امانت رو به اصطلاح بی وفایی نکنن، امانت داری رو درست انجام بدن، دوران غم تمام میشه و دوران امان و راحتی میرسه. گر رنج پیش آید و گر راحت حکیم، نسبت نکن به غیر که اینها خدا کنند. میگه رنج و راحت هر دوش و خداوند هست که رقم میزن. اینو به کسی دیگه وابسته نکن، نگو فلان کس باعث این شد یا فلان چیز باعث این شد.
این اون چیزیست که رقم میخوره و خداوند هستش که اینو برای هر کسی رقم میزنه. البته یاد اون باشه که در بسیاری از موارد رنج عامل تکامله. اینو یادتون باشه، همیشه رنج کشیدن بد نیست، حتی بیماری، حتی ناراحتی، حتی قصه، اینها موجب تکامل روح انسان میشه. بعد دیگه در کارخانه که راه عقل و فضل نیست، فهم ضعیف رای فضولی چرا کنند، یا فهم ضعیف رای فضولی چرا کنند، هر دو مفهوم میرسه. میگه که در این مسیر، در این کارخانه ای که اصلا وادی عقل و فضل نیست، یعنی وادی ما برای فضل و عقل انسان های معمولی است، میگه که در این وادی دیگه فهم ما، عقل ما که ضعیفه چرا فضولی میکنه و میخواد مداخله کنه که این اون به قول معروف چی میگن، حکمت های حاکم بر جهان هستی رو بخواد همه رو کشف بکنه و به اصطلاح بیاره زیر بیدق عقل و روابط علت و معلولی براش توصیف کنه. میگه مطرب بساز پرده که کس بی اجل نمورد، وان کونه این ترانه سرایت خطا کنه. میگه مطرب آواز خان، در پردهی بخوان این به صلاح، این پرده موسیقی رو برای ما بنواز که آقا هیچ کس بدون عجل از بین نمیره و اگر کسی غیر از این باور داشته باشه مطمئن باشید که خطا میکنه در قضاوت خودش. حتی اگر کسی هم به وسیله کرونا میمیره، قسمتش هست که از کرونا میمیره. یعنی و میلیون ها انسان هم بودن که در مجاورت کرونا قرار گرفتند و حتی سیمپتوم‌ها هم نشان دادند و ولی نمیدند، ولی یکی هم میمیره. بالاخره این عجلش با کرونا اومد. ما را که درد عشق و بلای خمار گشت کشت، ما را که درد عشق و بلای خمار کشت، یا وصل دوست یا می صافی دوا کنند. میگه ما درد عشق و بلای خماری به اصطلاح معشوق ما رو کشته، حالا حالمون چجوری خوب میشه؟ یا باید به وصال دوست برسیم یا می صافی به ما داده بشه، اون می عشق، همون میی که در بند اول میگه که گر می فروش حاجت رندان روا کند. میگه اون اگه از اون می صافی ما بده حال ما خوب میشه، وگرنه ما در درد عشق و بلای خمار عشق مردیم. جان رفت در سر می و حافظ به عشق سوخت، عیسی دمی کجاست که احیای ما کند. یه جان ما در سر این می نوشی از می رفت و ما در آتش عشق معشوق سوختیم. حالا به کی نیاز داریم؟ به یک عیسی دم نیاز داریم که بیاد و ما رو دو مرتبه زنده کنه. یعنی ما مردیم، از بین رفتیم در این وادی عشق بازی، یه عیسی دمی میخوایم که بیاد ما رو چکار کنه؟ زنده بکنه، مثل شمسی که مولانا رو چکار کنه؟ زنده بکنه. حالا ببینیم که غزل بعدی رو جناب حافظ برای ما چگونه میاره. میگه دلا بسوز که سوزت و کارها بکنه، دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند. ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. تو با خدای خود انداز کارو دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. ز بخت خفته ملولم بود که بیداری، دیگه ز بخت خفته ملولم بود که بیداری، به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. ز بخت خفته ملولم که بیداری، به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. بسوخ حافظ و بویی ز زلف یار نبود، مگر دلالت این دولتش
سبق بگوید. نه میگه که خطاب با دلش داره صحبت میکنه جناب حافظ دیگه. میگه دل آبسوز که سوز تو کارها بکنه، تا همون آتش عشقی که غزل قبلی گفت که ما سوختیم داره به خودش به دلش میگه بسوز، اشکال نداره، یک توفیقی در این سوختن وجود داره، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکنه. میگه صد تا بلا به سرت میاد، اما یعنی یک نیمه شبی نیه نیازی از تو برآورده میشه که این خودش دفع صد تا اون بلا هستش. که گفتش که دوش در به صلاح دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند و گل آدم بسرشتند و فلان، این همونه دیگه، یه همون یکی از اون نیازهای نیمه شب نیست که بهش رسیده و دفع صد تا بلا کرد. عتاب یار پریچهر عاشقانه بکش که یک کرشمه تلافی صد جفا بکنن. میگه بله ترش روی یار رو به قول معروف عاشقانه تحمل کن، فقط کافیه یه بار یه کرشمه بهت بکنه، تلافی صد تا جفایی که بهت کرده برمیاد. بنابراین مشتاقانه و امیدوارانه در مسیر سیر و سلوک حرکت کن و نگران نباش که حالا مثلا مدتی هم معشوق به تو توجه نیست. ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارن هر آن که خدمت جامع جهان نما بکند. جامع جهان نما روی یاره، نشو کردی میگه هر کس که خدمت روی یار رو کرد که وقتی به این مقام رسیدی که بتوانی در جامع جهان نما بکنی نگاه بکنی، اون وقت ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارن. اون کسانی که خدمت روی یار رو میکنن یه روزی یار روی خودشو به اینها نشون میده و درست مثل جام جهان نماییست که از ملک تا ملکوت در چشم سالک چی میشه؟ هویدا میشه، یعنی چشم بصیرتش باز میشه. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق بود، چو درد در تو نبیند کرا دوا بکنه. طبیب عشق مشخصه مسیحا دمه، یعنی مردنم زنده میکنه، مشفقم هست، ولی باید اول در تو درد رو ببینه که بعد دوا بکنه دیگه. اول تو درد به اصطلاح عشق رو در خودت به وجود بیار، درد طلب معشوق رو در خودت به وجود بیار. وقتی این درد رو در تو به وجود اومد، وقت طبیب عشق هم میاد تو رو چیکار میکنه؟ دوا میکنه. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. این همونی که من گفتم، اون شعری که گفتم که از مدعیان من به اصطلاح روی به سوی مدعیان نمیبرم تا از خزانه غیبم دوا کنند، همین دیگه. تو کارتو با خدای خودت بذار و دلت خوش باشه، اگر مدعی نکنه بهت رحم نکنه، خدا به تو رحم خواهد کرد. دلتو به مدعیا خوش مکن، خودتو به خدا فقط بس کن. نه وقت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بخونه. میگه که من وقت بهتره آقای دکتر بخون. به وقت خفته ملولم بود که بیداری به وقت صبح، عذرخواهی میکنم. بله اونم اینه. ز وقت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. اینجوری هم سوالی میشه. بله میگه که من از وقت خفته خودم ملولم، آیا ممکن است که یک بیداری در به اصطلاح اذان صبح، در آغاز صبح، شروع صبح یه دعایی برای من بکنه؟ وقت من خفته است و من ملولم. ز وقت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. این اگر به اصطلاح علائم رو در اینجا میذاشتن راحت تر میکنه. خیلی ممنونم آقای عدیب. بسیار حافظ و بوی زلف یار نبود، مگر دلالت این دولتش سبا بکند. دیگه حافظ سوخت و بوی از زلف یار رو نبود، یعنی دلش میخواسته که یک بویی از زلف یار در
به اصطلاح سحرگاه بهش برسه، ولی به اصطلاح بهش نرسید، سوخت در این وادی، مگر دلالت این دولتش سبا بکنه، مگر اینکه باد صبحگاهی به قول معروف او را هدایت کنه که به این توفیق نایل بشود که بوی از زلف یار به او برسد. اینجا همون بحثی که کردم، همیشه حافظ به اصطلاح منتظر باد صبحگاهی و باد سباست که به قول معروف پیام و بوی از زلف یار رو برای او برساند. خیلی ممنونم از توجهی که فرمودید و تشکر میکنم از حضورتون و حوصلتون. امیدوارم که دیگه خیلی هم خسته نشده باشید. امشب یه خودم طولانی تر از همیشه شد دیگه، منم اختیار و عنان از کف دادم و نتونستم خودم رو کنترل کنم و همینطور به قول معروف اسب فصاحت در میدان بلاغت دوانیدیم، از زبان حافظ و بر شما جهانیدیم. ایشالله که محفظ و معید باشید. متشکرم. آقای دکتر سلام. سلام عزیزم. سلام دخترم، حال شما؟ فقط یه نکته به ذهن من اونجا که گفت نیاز نیمه شبی رفع صد بلا بکند، من متوجه نشدم که شما چی گفتین، ولی چیزی که من خودم میفهمم راز و نیازیه که نیمه شب انجام میشه دیگه. بله، راز بله. بله. بیدار میشه نیمه شب. گاهی اوقات هم میگه یک نیازی رو در نیمه شب برای تو برآورده میکنند که صد تا بلا رو اون یه آوانس یا اون یه پوانی که اونجا بهت میدن جواب صد تا بلا رو بهت میده، یعنی صد تا بلا به سرت میاد، اما کافیه یه بار یکی از خواستهای تو چی بشه؟ برآورده بشه، یعنی اون کرشمه یار مشمول حال تو هم بشه که حالا صد تا بلا به سر اومده باشه دفع میشه اون صد تا بلا، یا جوابش داده میشه یا ترمیم میشه. حالا اینجوری و عرض به خدمتتون که حالا من خانم قولی گرفتم از خانم شهرزاد خانم که برامون این آخری شعر قشنگ بخونم. شهرزاد خانم تشریف دارید؟ اگه تشریف دارید آمیوت کنید خودتون رو. لطف کنید. خوشحال میشیم از لطافت. خانم پوران هم هستن. خانم پوران هم آواز میخونن، تو جلسه هستن. هستن؟ خب چه بهتر. بله بله. چه بهتر. از حضورشون هم استفاده کنید. میخواید که خانم پوران شروع کنند؟ من آمادگی دارم ولی گفتم چون هر طور سلام بدونید. خانم پوران شما آمادگی دارید؟ من خدمت همه شما سلام عرض میکنم. ممنونم، ولی اگه دوست دارن دیگران بتونن استفاده کنن بهتر، ولی خب من یه شعری براتون میخونم اگه اجازه بدید. خب بس شما بخونی که ما دیگه آخرشو بذاریم، چون اولم گفتم آخرشو میخواییم بخواییم شهرزاد تموم کنیم. تعدیق بذارید. بله شما اول تعدیق بخونی آقای دکتر سهراب، تعدیقشو بذاریم برای خانم شهرزاد. خیلی متشکرم، مرسی که وقت میدین. گوهر مخزن اسرار همان است که بود، حق مهر بودان مهر مهر نشان است که بود. از سبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح بوی زلف تو همان مونس جان است که بود. یه شعری از خانم مرضیه است، میخونم براتون، در دستگاه سگام هست، امیدوارم که مورد قبول باشه. بفهم. به زمانی که محبت شده همچون افسانه، به دیاری که نیابی خبری از جانانه، دل رسوا دگر از من تو چه خواهی دیوانه، از آواز دلم زمزمه ساز دلم من به فغانم، ای دل چه بگویم و از شررت چه بگویم حیرانم،
تو همان شرری که خرمن جان من بسوزی، تو که با نگهی به جان من شعله برفروزی، تو که از صنمی ندیده ای روی آشنایی، ز چه رو دل من تو به این چنین کشته وفایی، تا تو هم دم شبهای منی، شبها و شاهد تبهای منی، همچون آتشی شعله می کشی شمع هر انجمنی، ای دل ز تو ما را چه نصیبی بود، گشتم ز تو روز و چه فریبی بود، غمهای جهان را تو خریداری، آخر تن ما را چه شکیبی بود، به کجا به کجا بریم ای دل رسوا، به کجا ای دل رسوا، نکنی تو چرا پروا، نکنی تو پروا، به زمانی که محبت شده همچون افسانه، به دیاری که نیابی خبری از جانانه، دل رسوا دیگر از من تو چه خواهی، دیوانه دیوانه. متشکرم، مرسی. خیلی متشکرم، مرسی. یاد اون روزگاران به خیر باد. یاد واقعا واقعا مرزیم از خوانندگان کجا رفتند این بزرگان، کجا رفتند دیگه مثل این خواننده ها دیگه نداریم انصافا تو این روزگار جدید، با این کیفیت، این به اصطلاح آهنگ‌های بسیار فاخر، این شعرهای فاخر و این صداهای فاخر، واقعا خب بله. حالا دیگه نوبتش شهرزاد خانومه، دیگه تدیگش رسیدیم به تدیگ به اصطلاح پر روغن و دلچسب. بفرمایید خانم شهرزاد، در خدمتتون هستم. با درود به همگان و خوشنودی از دیدارتون، یه سروده ای از بانوی پیشگام و همزمان رو با هم می شنویم. نگاه کن که غم درونه دیدم، چگونه قطره قطره آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن، تمام هستیم خراب می شود، شراره این مرا به کام می کشد، مرا به اوج می برد، مرا به دام می کشد. نگاه کن، تمام آسمان من پر از شهاب می شود. تو آمدی ز دورها و دورها، ز سرزمین عطرها و نورها، نشانده ای مرا کنون به زورقی، ز آجها، ز ابرها، بلورها. مرا ببر امید دل نواز من، ببر به شهر شعرها و شورها. به راه پر ستاره می کشانیم، فراتر از ستاره می نشانیم. نگاه کن، من از ستاره سوختم، لبالب از ستارگان تب شدم، چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل، ستاره چینه برکه های شب شدم.
چه دور بود پیش از این زمین ما به این کبود غرفه های آسمان. کنون به گوش من دوباره میرسد صدای تو، صدای بال برفی فرشتگان. نگاه کن که من کجا رسیدم، به کهکشان، به بیکران، به جاودان. کنون که آمدیم تا به اوج ها، مرا بشوی با شراب موج ها. مرا بپیچ در حریر بوست، مرا بخواه در شبان تیر پا. مرا دیگر رها مکن، مرا از این ستاره ها جدا مکن. نگاه کن که موم شب به راه ما چگونه قطر قطر آب می شود. صراحی سیاه دیدگان من به لای لای گرم تو لبالب از شراب خواب می شود. به روی گاه واره های شعر من نگاه کن، تو می دمی و آفتاب می شود. سپاس گذارم. بسیار دستتون درد نکنه، فوق العاده عالی بود. شعر از چیز بود، فروغ فرخزاد. فروغ فرخزاد توی اون مجموعه تولدی دیگره. بله، تولدی دیگره با بر من ببخشای و چند شعر دیگرش که واقعا شاهکارهای شعرش. یکی هم شعر عاشقان است که ترجمه خانم فرزانه میلانی است، بسیار زیبا ترجمه هم کردن. خب دستتون درد نکنه، بسیار عالی بود. خب من دیگه اگر دوستان نکته ای مطلبی چیزی هست که بفرمایند که استفاده کنی، و یا نه من خدافظی باید بکنم. و در ضمن بگم که احتمالاً از هفته آینده ما کلاسمون همچنان ادامه خواهیم داد به همین کیفیت، با رومیان و زومیان. زومیان شما هستید، رومیان احتمالاً من توی ابن سینا. دو مرتبه از من خواستن که این کلاس توی ابن سینا، حالا یک کمی اوضاع کرونا الحمدلله فروکش کرده، حالا اونا فعالیتاشون رو دارن شروع میکنن، و از من خواستن که اونجا کلاس برگزار بشه. دوستانی که علاقمند هستن، نزدیک هستن و حضوری میتونن تشریف بیارن، بیان اونجا. دوستانی هم که به هر حال چیز نیستن و سختشون رو در جاهای دور هستن، میدونم که دی در شمال کالیفرنیا هستن، جای دیگه هستن و نمیتونن، همچنان روی زوم ما کلاسمون رو برگزار میکنیم و در خدمت دوستانم انشاءالله خواهیم بود. حالا فعلا شما که زومی هستید رو همین زوم باقی باشید، زحمت اومدن به روم رو نکشید، ما توی روم ببینیم که چه اتفاقاتی میفته و چه تمهیدات اونجا فراهم خواهد شد. به هر حال خیلی متشکرم از توجهتون. اگر که اجازه بدید دیگه ختم جلسه رو اعلام کنیم و خداحافظی داشته باشم از حضورتون، با تشکر از همه هنرمندان و اساتید بزرگواری که در این جلسه حضور دارن رو و برحال اشتباهات من رو تصحیح میکنن، نکات زیبایی رو خودشون میگن که دوستان استفاده میکنن، و من واقعا خوشحالم که این جمع بسیار پر محبت و دوستانه رو با هم دیگه همچنان داریم ادامه میدیم. انشاءالله خداوند توفیق بده که این جمع همچنان پابرجا و باقی بمونه. خیلی ممنون از لطفتون دیگه، خدافظی میکنم و شما رو به خدا میسپارم تا هفته آینده که مجدد توفیق دیدار شما برای ما فراهم باشه. قربان شما، ممنون، مرسی، شبتون بخیر.